سلام مجدد خدمت تمامی بینندگان و محترم برنامه دانش آموزان عزیزی که درس فیزیک 3 پایه 12 رو دارن پیگیری میکنن. در جلسات گذشته ما بحث موجش رو هم شروع کردیم، موج ارضی رو توضیح دادیم، بعد یه توضیح دادیم که چرا کتاب وقتی که میاد موج ارضی رو در واقع به صورت امواج مکانیکی میگه، چرا میاد سراغ موج امواج الکترونیکی. توضیح هم این بود که امواج الکترونیکی در واقع به صورت ارضی منتشر میشن. ولی این هفته در واقع هفته استان بوشهر هستش، ما به تمامی هم وطنان عزیزمون در استان بوشهر تبریک میگیم، انشالله که همیشه سریع و سلامت باشن. خب استان بوشهر هستیم، اینا عکسایی که من اینو از جزیره در واقع جزیره خب بندر شف گرفتم، اغلب این عکس از اونجا آوردم که دانش آموزانی که اقصا نقاط کشور هستن بدونن که استان بوشهر جای بسیار دیدنی داره، من جمله در واقع بندر شف هستش. خب اینا در واقع یکی از عمارت‌های بسیار قدیمی هستش که بسیار زیبا هستش و کسانی که به این استان سفر می‌کنن ان شاء الله بعد از اینکه مسائل کرونا تموم شد ان شاء الله سال آینده بتونیم در خدمتشون باشیم. بعد این همون عمارت، البته الان به خاطر مرمت امکان بازدیدش وجود نداره ان شاء الله بعد از کرونا. خب بعد یکی از چیزایی که خیلی جالب بود گورستان متجاوزین انگلیسیه، یعنی قبرستانی وجود داره که انگلیسی‌ها اونجا خاک کردن. این تابلو بعد هم نوشته با ماره میراث فرهنگی ثبت شده و تاریخ ثبتش هم هستش اینا 1339 ثبت شده. این هم سنگ قبر اون جنرالشونه، جنرالشون به صورت سنگ قبر به صورت عمودی گذاشتن. خب این هم در واقع گورستان متجاوزین انگلیسی هستش که در واقع میان محبت قشنگی هستش. بعد داره اینا که در واقع ساحل خانم کردی ساحل بوشه بسیار زیبا و تمیزه، یعنی شما وقتی دم ساحل که میرید دقیقاً یه جاده آسفالت وجود داره، میتونید بشینید، میتونید در واقع اونجا زیر این سایبونا کار در واقع بشینید، با خانواده غذا میل کنید، به همون مثلا با ماشین حرکت کنید. بعد این کاکایایی که پرواز میکنن یه جای درست کردن که کاکایا میان مردم گوشت مرغ میخرن میریزن، خیلی زیباست. یعنی ساحل بسیار بسیار زیبا و بسیار بسیار تمیزی داره. بعد از این باز یکی از اون درهای قدیمی هستش که من تو بوشهر این عکس رو گرفتم، یا مثلا ثبت املاک بوشهر که اینجا شما مشاهده می‌فرمایید، یا کلیسای گیریگور که در واقع جزء آثار ملی 6514 ثبت شده، این قسمت فرهنگیش. خب من قسمت‌های فرهنگیش رو خدمت شما نشون میدم. این دقیقاً باز این مسجدی هستش تو محله قدیمی بوشهر، خیلی زیباست. کلا اون محله محله بسیار زیبایی است به نام مسجد جمعه. خب حالا یا مثلا ستون‌های چوبی که از اون خونه زده بودیم، من از این ستون‌های چوبی چجوری اینا رو در واقع میشه گفت مقاوم سازی کردن، معماری سنتی. بله. بعد تو قسمت استان بوشهر شما یه منطقه است به نام منطقه خائیز، منطقه ییلاق نشین و در واقع خونکی هستش اینجا، اون پناهگاه در واقع اون پناهگاهی هستش که کوهنوردان میرن، منطقه است به نام خائیز به سمت شما دشتستان و برازجان که تشریف برید اینا، اینم دریاچه جلوی اونجاست به نام یه تنگی است به نام تنگه گشی. خانم کردی این سنگ ها سنگ به صورت طبیعی سوراخ شده توش پر آبه، شبیه لاک پشت هم هست. بله خیلی طبیعی، یعنی شما تیکه های سنگ اونجا بافت زمین شناسی خاصی میبینید مثلا شکل های اینا. باز اینجا نخونیم به صورت دایره توی سنگ ها سوراخ شده و توش آب جمع شده، محلی ها میدونن کجا مثلا سنگی وجود داره که توش آب جمع شده. وقتی با محلی ها میریم میگن صبر کن صبر کن، اینجا خودشون برای اینکه اینجا کثیف نشه یه سنگ میذارن روش، میدونن کجا سوراخی هست که توش آب جمع میشه. بله باز درخته بسیار زیبا، باز اینجا یکی از همون جاهایی که آب توش جمع شده. خب اینم که یکی از اون راهنماهای محلی هستش به نام قله بیرمی معروفه. خب یه قله 1960، اینم که همین کوه هستش که شما مشاهده میکنید در اسمن ما، این کوه در بوشهر ما برف داریم و رو دامنه های این کوه برف نشسته، این سفید ما رو برفه. اینم کنار هستش که اونجا به وفور دیده میشه، این از مناظر طبیعی من بو اینا. مولا چیزی که جالبه این راهنما به ما اومد یاد داد روش درست بالا رفتن از درخت نه، یعنی تکنیکایی داره که شما چطوری برید بالا بدون حمایت و سقوط نکنید. خب یعنی اینا... هیچی بس نمی‌کنه کمرشون؟ نه نه یه تکنیکای خاصی یاد نه چجوری دست چطوری باشه پا. اینم باز یه حالتی از همون کوهی که میاد، این آبی که داره از سرازیر میشه اینا در واقع چاله‌های طبیعی بزرگی ایجاد شده، آب خیلی زیباست. من ان شاءالله اگه تشریف بردید منطقه خائیز. بله خب اینا باز عمارت‌های قدیمی مال برازجان بودش. خب اینا کاکایی‌ها هستن که این عکس‌ها رو من گرفتم. ساحل بوشهر که برید حالا انواع کاکایی تو ایران داریم، مثلا کاکایی سیاه، کاکایی مثلا سرسیاه کوچک، یا کاکایی مثلا کاسپیان. این کاکایی که من گرفتم این یه سلیمه، اینو تو راه بندر شف گرفتم. بله یه سلیم هستش، این یه دونه باکلان هستش و خیلی
قشنگ یه قیافه گرفته بود، من پاسمون 60 70 متر یه باکران هست، شما میتونید اونجا مشاهده بکنید. این یه اگرت هستش که داره نوک میزنه توی آب و سایش تو خود آب افتاده. بعد این یه لیکوییه، نمی اومد بیرون، من ماکارانی ریختم اومده بیرون، به خاطر ماکارانی اومد بیرون از لونش، اومد من ماکارانی رو گرفته جز دهنش و داشت زل میزد نگاه میکرد. این یه عقاب شاهی هستش که مشخصش تعداد انگشتاش مشخصه، بودن 7 انگشت داره این عقاب شاهی. باز اینجا یه دونه ما کاکایی رو میبینی، این در واقع حالا یه دونه خروس کولیه، یه خروس کولی هستش. این همه خب اینا باز دوره دوتا عقاب مشاهدهشون، عقاب شاهی هستن که اینو که دوستان از آقای شکری انداختش اونجا، و اینم که پرنده‌هایی بودن که بودن مردم میان گوشت مرغ رو می‌ریزن و بعد اونجا عکاسی. خب خانم کردی، من همه اینا رو در واقع عکاسی و پرنده‌نگاری رو از استادم آقای بختیاری یاد گرفتم. آره در وظیفه خودم دونستم که در واقع ازشون هم یه تشکری کنم باعث این عکاسی و این پرنده‌نگاری که ایشون به من یاد دادن. ان شاء الله هر جا هستن سعی و سلامت باشن. خیلی عالی. من اولش نگران شدم، فکر کردم عکسای استان بوشهر امروز ندارید، وقتی فیزیکو نشون دادید بعد دیدم نه عکساست، خیالم راحت شد. نه دست شما درد نکنه، من اینا مدیون ایشون هستم، آقای بختیاری هستن، از مدرسین هستن که من ایشون یاد گرفتم. خب بریم سراغ فیزیک. خب جلسه 50 جلسه 10 فیزیک 3 هستیم، مشخصه های مش فیزیک 3 رشته ریاضی و تجربی. جلسه گذشته اومدیم امواج الکترومغناطیسی گفتیم. امواج الکترومغناطیسی اولا بار الکتریکی اطراف خودش میدان الکتریکی داره، جریان الکتریکی اطرافش میدان مغناطیسی که آزمایشی که اورستاد انجام داد در سال 11 شما مطالعه کرد. بار الکتریکی ساکن میدان الکتریکی ثابتی داره نسبت به زمان. اگر جریان الکتریکیمون ثابت باشه میدان مغناطیسی ثابتی هم نسبت به زمان داره. حالا امواج الکترومغناطیسی رابطه متقابل بین میدان‌های الکتریکی و میدان‌های مغناطیسی هستش. تغییر میدان الکتریکی در هر نقطه از فضا ایجاد یک میدان مغناطیسی متغیر می‌کنه و تغییر میدان مغناطیسی در هر نقطه از فضا ایجاد یک میدان الکتریکی متغیر می‌کنه. می‌گیم پس انتشار امواج الکترومغناطیسی در واقع انتقال نوسان‌های میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هستن که از یک نقطه به نقطه دیگه میرن. الغای الکترومغناطیسی چی بود؟ ایجاد میدان الکتریکی به علت تغییر میدان مغناطیسی که سال 1831 میلادی توسط مایکل فارادی کشف شد. حالا ایجاد میدان مغناطیسی به علت تغییر میدان الکتریکی بود، اینو در واقع 1856 میتونیم بگیم که جیمز کلارک ماکسول در واقع اومد اینو تبیین کرد. پس اینجا یک فارادی داریم و یک بحث جناب آقای ماکسول. خب نتیجه گیری، امواج الکترومغناطیسی ناشی از تغییرات همزمان میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هستن. پس این امواج نور که داره میاد، همین امواج که داره از این دستگاه کنترل راه دور داره میره به سمت حسگری که وجود داره، همه ناشی از تغییر همزمان میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هستش. خب نقش موج الکترومغناطیسی سینوسی در نقطه دور از چشمم، اگه ما چشمه داشته باشیم داره امواج الکترومغناطیسی، مثلا به عنوان مثال الان تو این دستگاهی که دست من هستش یه چشمه امواج الکترومغناطیسی وجوده، در فاصله دور از این چشمه یا از این کنترل که دست من هستش ما میتونیم میدان‌های تکی و مقاسی رو مشاهده کنیم. میدان تکی در این صفحه داره حرکت می‌کنه، ببینید میدان تکی در این صفحه است، در صفحه این نمایش کرد بس به این صورته، مشاهده بفرمایید. ولی میدان مغناطیسی در صفحه افقی داره به این صورت. الان اینجا که این به این صورتش داره میاد به اینجا، بعد اینجا مجدد رفته داخل صفحه رفتش. خب مشاهده میفرمایید که چند تا ویژگی مهم وجوده. میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی با هم همزمان صفر میشن، با هم همزمان بیشینه میشن، مجدد صفر میشن، بعد تغییر فاز میدن، میدان مثبت میدان منفی، میدان مغناطیسی هم مثبت بود در این ناحیه شده منفی. اگر میدان الکتریکی ما در این صفحه نوسان کنه و میدان مغناطیسی ما در این صفحه نوسان کنه، انتشار امواج الکتریکی از اون ناحیه به سمت من هستش که ما اینجا نوشتیم سرعت. منظور از سرعت، سرعت انتشار امواج الکتریکی در خلا هستش که در واقع میگیم در خلا سرعت انتشار نور در خلا با سرعت انتشار نور در واقع یکی هستش. چند تا ویژگی داره. میدان‌های الکتریکی همواره بر میدان مغناطیسی عموده، تو شکل مشخص میدان الکتریکی همواره بر میدان مغناطیسی عمود. ویژگی بعدی، میدان‌های الکتریکی همواره عمود بر راستای انتشار موج هستند. نکته بعدی، امواج الکتریکی یک موج عرضی هستن، به صورت طولی منتشر نمیشن.
یکسان بودن بسامد میدان ها. مشاهده کردیم میدان ترکیه مناطق همزمان صرف میشدن، همزمان دامنشون بیشینه مثبت دوباره صفر و بیشینه منفی و مجدد صفر. تغییر همگام میدان ها که اصطلاح ما میگیم میدان ترکیه مناطق با هم همفاز هستن. جهت انتشار امواج از کجا میشه رسول؟ از قاعده دست راست. قاعده دست راست چی میگه؟ اگه من بیام اینجا جلوی این صفحه نمایشگر بیستم، چهار انگشت دست راست خودم رو در راستای میدان الکتریکی قرار بدم و به سمت میدان مغناطیسی خم کنم، پس چهار انگشت دست راست خودم رو در راستای میدان تی قرار بدم به سمت میدان مغناطیسی اگر خم بکنم، خم کنم، انگشت شست من دست راست داره جهت انتشار نشونه. پس اینم شد جهت انتشار، اینم شد جهت انتشار، کاملا تطبیق داره. وی تندی انتشار امواج الکترومغناطیسی هستش. خب نامورگ بعدی پرسش 3-5 میگه در یک لحظه خاص میدان الکتریکی مربوط به یک موج الکترومغناطیسی در نقطه ای از فضا در جهت مثبت زد و میدان مغناطیسی مربوط به آن در جهت مثبت است. جهت انتشار موج الکترومغناطیسی رو به دست بیارید. خب میام این کار انجام میدیم. گفته میدان الکتریکی در جهت محور زد هستش، میدان مغناطیسی در جهت محور مثبت ایگر دستش. جهت انتشار چگونه است؟ کدوم قاعده دست راست چهار انگشت دست راست رو در جهت میدان الکتریکی قرار میدیم؟ به این صورت. الان به سمت شما عزیزان که دارید تلویزیون مشاهده میفهمید، به این سمت خم میکنم به سمت میدان مغناطیسی بالا، انگشت شست من میشه جهت انتشار. خب مشخص جهت انتشار در راستای محور منفی ایکس هستش. خب شما عزیزان میتونید از آخر فصل 3 پرسش 19 رو حل بفهمید. حالا تندی انتشار امواج مغناطیسی، ما بدونی که اثباتی بخوایم در این کتاب درسی میگیم تندی انتشار امواج مغناطیسی در خلا رو با حرف سی نشون میدیم. عبارت است پس یک بر روی رادیکال موصف ضرب در اپسیلون صفر، موصف که بود 4 پی ضرب در 10 به توان منفی از تسلا متر آمپر که تراوایی مغناطیسی خلا بود، پارسال باش آشنا شدید. اپسیلون صفر 8.85 ضرب در 10 به توان منفی 12 کولوم دو بر روی نیوتن متر مربع ضریب گذردگی خراب، باز با ایشون با پارسال آشنا شدید. و در نهایت سی تقریبا میشه 3 ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه تندی انتشار امواج مغناطیسی در خلا. وقتی میگیم تندی انتشار صحبت از این نمی کنیم که حالا نور باشه، یووی باشه، اینفرارد باشه یا ایکس یا گاما باشه، هر گونه موج الکترومغناطیسی در خلا با این تندی منتشر میشه. پس ولی نور هم یک موج الکترومغناطیسی هستش. خب بیایم گستره تقریبی طول موج نور مره با هم بررسی کنیم. من پیشنهادم به شما عزیزان هستش که این محدوده رو، حالا نمیگم همه عددها، حداقل اون حداقله و بیشینه دو طرف این دامنه رو حفظ باشید، به شما در حل مسائل و پرسش‌های چند گزینه کمک کنه. اگر مشاهده فرمایید طول موج نور بنفش، طول موج نور بنفش با رنگ بنفش میشیم 400 نانومتره و طول موج نور قرمز 700 نانومتره. یعنی وقتی شما از سمت نور قرمز به سمت نور بنفش میرید طول موج داره کم میشه و این میانه حدوداً، حالا اگر 700 و 400 بگیریم 550، مشاهده می‌فرمایید که نور سبز تقریباً این وسط می‌افته، یعنی طول موجش حدود 550 نانومتر. مشخصه که طول موج‌های بیشتر از قرمز که به سمت راست من میشن، میشن اینفرارد یا مادون قرمز میگیم آی آر اینفرارد، و طول موج‌هایی که در واقع در سمت چپ تصویر شما مشاهده می‌فرمایید که اینجا رسم نشده میشن ماورای بنفش یا میشن یووی آلترا ویولت که حتما طول موجشون میشه اشعه ایکس و گاما حتما 400 نانومتر طول موجشون کمتر هستش اینا. خب بیایم اینا رو با هم پر مثال 3-7 کتاب حل کنیم. در مثال 3-7 کتاب از ما میخواد که بیایم بسامدا رو محاسبه کنیم. من بسامد نور چی رو میخوام؟ بنفش رو میخوام، ویولت. میگم سی بر روی لاندای نور بنفش، تندی انتشار نور در خلا 3 ضرب در 10 به توان 8، لاندای بنفش هم که بود 400 ضرب در 10 به توان منفی 9 نانومتر بود، منفی 9، حاصل به دست میاد 7.5 ضرب در 10 به توان 4 هرتز، 7.5 ضرب در 10. پس نور بنفش بسامد حدود 7.5 10 به توان 14 ولی طول موج در حدود 400 نانومتر. نور قرمز آر رد
باز میگیم تندی انتشار که ثابته، 3 ضرب در 10 به توان 8 تقسیم بر طول موج. طول موجش هم بود 700 ضرب در 10 به توان منفی 9 نانومتر. حاصل به دست میاد 4 ممیز 3 ضرب در 10 به توان 14 هرتز. پس یادمون بمونه نور بنفش، نور بنفش، سبز، زرد، قرمز، کلا نور مرئی بسامدش در محدودی 10 به توان 14 هرتز هستش. اینا 10 به توان 14 هرتز هستش. بریم تمرین 3-5. میگه طول آنتن یک گوشه تلفن همراه قدیمی معمولا 1/4 طول موج دریافتی است. این عزیزان دانش آموزا حالا امسال خب کاربرد تلفن همراه بیشتر شد، تلفن موبایلی که یک آنتن بسیار بلندی بهش واسه این عزیزان ندیدن، ولی حالا بتونن تو اینترنت سرچ کنن تلفن‌های موبایل نسل قدیم رو نگاه کنن، دهه مثلا آخرای 70 که موبایل اومد، یک آنتن موبایل مثلا آنتنش از خودش بلندتر بود. این داره به اون سیستم اشاره میکنه که شما واضح میدیدید. میگه طول آنتن یک گوشی تلفن همراه قدیمی معمولا 1/4 طول موج دریافتی است، یعنی طول آنتن با طول موج ربط داره. اگر طول چنین آنتنی تقریبا برابر با 8.5 سانتی، یعنی واقعا 8.5 سانتی یک میله‌ای مثل این از دستگاه موبایل زدید، بسامدی را که این گوشی با آن کار می‌کند تعیین کنید. برای حلش میگیم اولا طول آنتن لنت گفته 8.5 سانتی، 1/4 طول موج. پس طول موجی که در واقع این تلفن همراه میتونه دریافت کنه 34 سانتی متر هستش. حالا بسامدش رو میخوان، اف میشه 30 بر روی لاندا. 30 رو میذاریم 3 ضرب در 10 به توان 8. لاندا رو میذاریم 34 ضرب در 10 به توان منفی 2 سانتی متر به متر. بسامد شد 8 ممیز 8 ضرب در 10 به توان 8 است. مشاهده میکنید بسامدش از نور مرئی که 10 به توان 14 بود کمتره. پس طول موجش از طول موج نور قرمز هم به مراتب خیلی بیشتره. پس این در محدوده مرئی نیست. لذا الان هیچ کسی نمیتونه امواج موبایل رو ببینه، چون در محدوده مرئی نیست، نه بسامدش نه طول موجش. بریم فعالیت 3-4. میگه مطابق شکل یک گوشه تلفن همراه در یک محفظه تخلیه هوای شیشه آویزان کنید، با برقراری تماس با گوشی صدا آن را میشه. من سینا ساده شما خدمت شما میگم، میگه محفظه شیشه انتخاب کنید. این محفظه شیشه به سیستم مجهز هستش که میشه هوای داخل محفظه رو که در واقع رو خوب عایق بندی شده خالی کنه. به تلفن زنگ بزنید از بیرون با یه شماره دیگه. میبینید تلفن شما شروع میکنه حرکت کردن، ویبره میکنه و صداش شما میشه. کم کم هوا رو تخلیه کنید. وقتی هوا رو تخلیه میکنید کم کم یه صدای تلفن شما ضعیف میشه و یه جای دیگه اصلا به گوش شما دیگه نمیرسه. خب چه نتیجه میگیره؟ میگیم انتشار صوت فقط در محیط مادی بود. اگر هوا رو اونجا ما کم کنیم، فشار هوا رو، دیگه صوتی منتقل نمیشه و ما میبینیم گوشی داره تکون میخوره، اسمش مخاطب ما میاد ولی صدایی به گوش ما نمیرسه. ولی انتشار امواج جانسی در محیط مادی هم هست. پس امواج جانسی داره منتشر میشه از تلفن همراه من به داخل اون محفظه که یه تلفن دیگه وجود داره. پرسش آخر پس پرسش 20 و عزیزان میتونن حل کنن. یه اول یه جمع بندی کنیم. ویژگی های امواج. 1. از نظر امواج مکانیکی، امواج الکترومغناطیسی و بعد محیط انتشار. محیط انتشار امواج مکانیکی جامد، مایع، گاز. ولی امواج الکترومغناطیسی جامد، مایع، گاز و خلا هستش اینا. پس دیدیم که امواج الکترومغناطیسی یک محیط در واقع بیشتر هستش. بریم سراغ انتقال انرژی. امواج مکانیکی جنبشی و پتانسیل ذرات محیط بود، ولی در امواج الکترومغناطیسی چی بود؟ میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی بود که اثر متقابل رو روی همدیگه داشتن اینا. خب طیف امواج الکترومغناطیسی، این طیف رو خیلی خوب یاد بگیرید، عدداش لازم نیست، ولی باید ترتیب اینا رو شما برای امتحانات نهایی چند گزینه‌ای حتما حفظ باشید. از سمت چپ شروع می‌کنیم، میایم به سمت راست، یعنی از طول موج‌های بسیار زیاد به سمت طول موج‌های کم. اگر مشاهده کنید عددهایی که پایین نوشته شده طول موجه. وقتی از سمت چپ به سمت راست که میایم طول موج‌ها کم میشه، یعنی از 10 به توان 8 میرسه در واقع تا 10 به توان منفی 12، منفی 9، منفی 10، منفی 11. ولی به صورت برعکس بسامد در نواحی سمت چپ گفته 1 هرتز. بسامد داره زیاد میشه و بسامد داره کم کم زیاد میشه. وقتی در واقع به محدوده پرتوهای گاما میرسیم به بسامدهای 10 به توان 24 هرتز. خب درس ما تا همینجا ان شاء الله بمونه. در جلسه سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما خانم کردی و همچنین بینندگان محترم برنامه.
چند لحظه قبل که خدمت شما بودیم بحث امواج الکترومغناطیسی رو با هم شروع کردیم، رسیدیم به طیف امواج الکترومغناطیسی. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 51، جلسه 11 فصل 3 فیزیک رشته ریاضی تجربی. خب پیشنهاد کردیم که این عددا رو نمیخواد حفظ کنیم، ولی باید ترتیب این امواج بده. اگر از سمت چپ به راست حرکت کنیم، ردیف بالا عددها رو بر اساس بسامد نوشته، 1، 10، 100، 1000. و بعد وقتی به انتهای امواج گاما که میرسیم مشاهده میکنیم 10^24 هرتز. اگر با عددهای پایین کار کنیم بحث طول موج هستش. طول موج به صورت رابطه وارون با بسامد داره. طول موج از اینجا 10^-14 رسه تا 10^8 متر. حالا ترتیب، ابتدا امواج رادیویی رو داریم ما. وقتی میایم به سمت راست حرکت میکنیم بسامد زیاد میشه، طول موج کم میشه، میکرو موج ها رو داریم، فروسرخ رو داریم، امواج مرئی رو داریم که یک قسمت کمی رو تشکیل میده از عرض این طیف الکترونسی، بعد فرابنفش، پرتوهای اکس و پرتوهای گاما. اگر جزئی تر بخوایم بررسی کنیم، تو امواج رادیویی ما بسامد های فوق پایین داریم، یا ELF لو فرکانسی، بعد AM رو داریم، امپلیتیود مدولاسیون مدول کردن دامنه داریم، بعد امواج اف ام رو داریم، بعد از اون میایم سراغ بخش‌های تلویزیونی. مشاهده می‌فهمید که بخش تلویزیونی بسامدش بیشتر هستش، بعد میکروموج‌ها یا همین اجاق‌ها رو ما داریم که تو آشپزخونه هست باشه، بعد فروسرخ. اسمش هم از فروسرخ یعنی زیر قرمز. اگر اینجا قرمز باشه فروه، IR. الان دستگاه کنترل که دست من هستش برای این صفحه نمایش داره با امواج IR کار می‌کنه، یا دستگاه کنترل برای دوزگیرهای ماشین رو که شما از دور میزنید روشن میکنید خاموش میکنید. بعد از این میام سراغ نور مرئی. نور مرئی وقتی خب این فروسرخه بالاترش میشه سرخ، و وقتی به انتها حرکت میکنید بنفش، بالاتر از بنفش میشه یووی یا مافوق بنفش، فرا بنفش. بعد از فرا بنفش امواج ایکس هستن و بعد امواج گاما. مشاهده فرمایید که امواج ایکس مرز مشترکی، مرز واضح خیلی خطی با امواج فرابنفش یا پرتو گاما نداره، بلکه در واقع با هم همپوشانی دارن. پس امواج ایکس با فرابنفش و پرتوهای گاما در واقع همپوشانی دارن. اگر مشاهده بفرمایید، گفتیم مرئی، مرئی 10^12، 12، 13 و همون 14 که صحبت کردیم. امواج مرئی باید ترتیبش رو حفظ باشیم. فرابنفش، بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز هستش. پس این شد طیف الکترونسی. از طرف این طیف یه ویژگی داره، پیوسته است، یعنی بین تمامی اجزایی که مشاهده می‌کنید فاصله ای نیست. آیا میشه فاصله باشه؟ بله. انشاءالله تو فصل بعدی ما راجع به امواج الکترونسی که گسسته هستن با هم صحبت می‌کنیم. خب انتشار با چه سرعتی هستش؟ با تندی نور در خلا هستش، بدونش گسستگی در طیف. پس اسمش میشه امواج پیوسته. چگونگی تولید و کاربردهای نوایی اصلی طیف الکترومغناطیسی میخوام توضیح بدم. میگه اگر امواج رادیویی باشه به ترتیب بر حسب افزایش بسامد تی وی، اف ام و ای ام هستش. بر حسب افزایش بسامد، یادتون باشه ای ام بود، اف ام بود، بعد در تی وی بود. بسامدش در گستره سیگنال های رادیویی و تلویزیونی هستش. تولید کنندش مدارهای الکترونیک. اگر سراغ میکرو موج ها بیاین، تلفن های همراه، تلویزیون های ماهواره ای، رادارها، اجاق های میکروویو، تولید کنندهش لامپ خله مگنترون و در واقع امکان تولید سرطان داره. این واقعا خطرناک هستش. امواج فروسرخ بسامدی کمتر از بسامد نور قرمز دارن. تابش‌های گرمای اجسام با دمای زیر تقریباً 500 درجه سلسیوس. وقتی کسی بغل دست شما هست میگه بدن چه حرم گرم میده. این که الان من جلوی لامپای استودیو ایستادم، جلوی نور خورشید ایستادم، من در واقع اون IR است که من به من احساس داره گرمایی میده. جذب تمام این امواج توسط پوست و احساس گرم شدن. جانوران شکارچی، دوربین، جانوران شکارچی مثل بعضی از مارها در تاریکی میتونن شکار کنن به خاطر همین امواج. دوربین‌های دید در شب و دستگاه‌های کنترل. امواج مرئی واکنش چشم سالم به محدوده کوچکی از این امواج. کمترین بسامد نور قرمز، بیشترین بسامد نور بنفش، بیشترین طول موج نور قرمز، کمترین بسامد نور بنفش هستش. امواج مرئی رو مشاهده می‌کنید، بیشترین حساسیت چشم انسان مربوط به طول موج‌های حدود 555 نانومتر هستش. مشاهده بفرمایید، اگر این طول موج باشه بنفش حداقل 400، قرمز بیشینه حدود 700 و اینم شدت باشه، مشاهده می‌کنید که بیشترین
حساسیت چشم در محدوده 550 که نور در واقع سبز هستش میشه. خب امواج فرابنفش، امواج بیشتر از بسامدشون بیشتر از نور مری، خودم داریم میگیم فرای بنفش، گسیل توسط اجسام بسیار داغ مثل خورشید. 7% نور خورشید امواج یووی هستش، به خاطر ما از کرمای در واقع ضد آفتاب استفاده میکنیم. آفتاب سوختگی و تیرگی پوست به خاطر همین امواج هستش. جذب اون در لایه پوست سپر که بوده ارتفاع 12 تا 50 کیلومتری از سطح زمین هستش. کاربرد استریلیزه کردن وسایل میشه با امواج یووی بشه. امواج اکس چشمه‌های طبیعیش، چون چشمه طبیعی داره غیر طبیعی. طبیعیش مثل اخترورش‌ها، سیاه‌چاله‌ها، ابرنواخترها، مصنوعیش تابش الکترون پر انرژی به یه هدف فلزی. اینجا مشاهده می‌کنید که اومدن الکترون‌های پر سرعت رو به یک هدف فلزی در واقع تابوندن. وقتی به یک هدف فلزی میتابونن، پرتوهای ایکس رو ما در واقع تولید کردیم. گاما پر انرژی ترین امواج هستش. تولیدش واپاشی پرتوزا، شکاف‌های هسته‌ای، گداخت هستی که در فصل ششم کتاب هستش، تپخترها و ستاره‌های نهتاری به صورت طبیعی هستن. کاربرد تشخیص و درمان‌های پزشکی. خب پرسش مثلا آخر فصل 3 پرسش 18 رو داریم با هم. خب موج طولی رو داریم. بله ما در اینجا موج عرضی تموم شد. موج عرضی مکانیکی رو گفتیم، موج عرضی الکترومغناطیسی هم گفتیم. حالا پس بهترین مثال شد دیگه. خواهش میکنم. خب دست شما در نه. خب خانم کردی شما یه زحمت کشیدین و زن فنر بگیرید شما. بله خب گفتیم برای امواج طولی چیکار میکنیم اینو؟ کافی امواج طولی چه امواجی بود خانم کردی؟ راستای بله. انتشار با نوسان چی بود؟ من چند تا از این حلقه رو فشرده میکنم. حالا بله میکنی؟ چند تا حلقه فشرده میکنم. خب من یه تپ ایجاد کردم. میکنی؟ هر ذره اگه من اینو بگیرم یه نشانه، اینو بگیرم یه نشانه، میکنی؟ هر ذره در راستای انتشار یک نوسانی داره. ولی نیا کن این نوسان اینطوری، ولی در نهایت این فشردگی ها و در واقع کشیدگی ها دیگه ها میکنن منتقل میشن. خب برای اینکه یادمون باشه، ولی امواج عرضی چطور بود خانومه؟ شما یه امواج عرضی ایجاد کنید باشه. خب بله این امواج عرضی شد. شما ایجاد کنید، من یه توضیح بدم برای روی جا. خب مشاهده میکنید که دست خانم کردی همکار محترم به عنوان چشمه داره عمل میکنه. این راستای نوسان هستش که به سمت صفحه‌های نمایشگرهای شماست، ولی این راستای انتشاره. پس راستای نوسان و راستای انتشار بر هم چی هستن؟ عمود هستن. خانم کردی دستش میشه چشمه ایجاد که داره انرژی رو منتقل میکنه به اینجا. ذره های محیط انرژی جنبشی و پتانسیل هستن. برای در امواج الکترومغناطیسی، برای امواج عرضی چطور؟ امواج طولی چطور بود؟ بله. خب من چند تا از این یک بار دیگه متراکم میکنم. الان شما چشمه است. بله. الان این دست من انرژی رو آورد، من انرژی رو منتقل کردم. چند تا رو با هم فشرده کردم. آخه پس این شد امواج طولی. اسمش هم هست طولی. اسمش هم هستش در واقع طولی. خب حالا در فنر ما چی داریم؟ فشردگی و کشیدگی داریم. در فنر کشیدگی و چی؟ فشردگی. برای در رابطه با صدا چطور؟ تراکم، تراکم لایه های هوا و انبساط لایه هوا. خب دست شما درد نکنه خانم کلی. پس بله ممنون، تشکر. زنده باشید از همراهی شما. ممنون، تشکر. خب بریم سراغ همین درس خودمون. همین چیزی که شما عزیزان دیدید الان با هم توی این شکل می‌بینیم. فکر کنم اینجا دیگه کاری نداشته توضیحش. اینجا مشاهده می‌کنید که شما یک لایه تراکمی، لایه انبساطی، لایه تراکمی، لایه انبساطی. عزیزان من این نموداری که مشاهده می‌کنید محور یا راستای انتشار موجه، ولی این محور راست ما در واقع جابجاییه. خب شاید کسی بگه چطور میشه جابجایی رو شما گفتی در راستای انتشار، پس اینجا عمود کشتی. ما یک نوع مدل سازی ریاضی کردیم. اگر راستای انتشار این باشه، راستای نوسان هم همینه. ما اومدیم راستای نوسان رو 90 درجه چرخوندیم و یک کار ریاضی روش انجام دادیم. پس این نقش موج نیست. اگر من بخوام اینو اسمش بذارم نقش موج، باید موج عرضی باشه، یعنی محور ایکس باشه، اونم محور چی باشه؟ ایگر. برای که این محور ایکس و ایگر نیست، این محور ایکس راستای انتشار و راستای نوسان. راستای نوسان رو 90 درجه چرخوندم برای که بشه بهتر نشون داد. مشاهده میکنید یک فشردگی قله، فشردگی بعدی قله، بین هر دو فشردگی یک دونه دره وجود داره که بهش میگیم کشیدگی.
دره دره نقاطی هستن از محیط انتشار موج که در وضعیت تعادل هستن بین هر یک قله و دره، یا در واقع ما تو این درست من تو این شکل میگم قله و دره، ولی ما قله و دره رو برای موج ارزین میگیم. این در شکل قله و دره مشاهده میکنید، ولی ما اصطلاح قله و دره رو برای موج ارزی میگیم. برای موج طولی میگیم فشردگی، میگیم کشیدگی. اگر توی فنر باشه توی کش باشه، اگر توی صوت باشه بهش میگیم لایه‌های تراکمی، لایه‌های انبساطی. پس برای اینکه از بر اشتباه نکنیم لفظ قله و دره ها رو بذاریم برای امواج در واقع ارزی. خب شکل بعدی شما نایه‌های جمع شده و فشرده رو می‌بینید. نایه‌هایی هستن که نه جمع شدن نه فشرده شدن، در واقع شما مشاهده جابجاییشون صفر، جابجایی صفر و بعد جابجایی مجدد صفر هست. خب وسط فاصله بین یک جمع شدگی بیشینه و یک فشردگی بیشینه مجاور هم اندازه جابجایی هر جزء فنر و تعادل بیشینه هستش. پس یک نقطه از فنر وجود داره که بیشترین جابجایی در نقطه تعادل خودش داره. ما اینو در واقع دامنه‌اشو مشاهده می‌کنیم مثبته، جابجاییش مثبته. یه نقاطی وجود دارن در واقع فاصله حلقه ها با هم زیاد شده، بهش میگیم کشیدگی. این قسمت از حلقه های فنر فاصله اون قسمت از فنر با نقطه تعادل خودش در واقع بیشینه شده، ولی به صورت منفی. اینجا یک مدل سازی دیگه شما مشاهده میفرمایید که یک محیطی هستش به صورت طولی داره موج طولی در اون منتشر میشه. اینجا اگر مشاهده بفرمایید ذره قرمزن دو نقطه تعادل خودشه، پس صفر جا به جایی صفره، ولی ذره آبی رنگ رفته به سمت چپ، پس فاصلهش از نقطه تعادل خودش منفیه. ما نسبت منفی نشون میده. این مقدار رو، این مقدار که شما در اینجا مشاهده میفرمایید و من اومدم با اینجا نشونم. خب ذرات قرمز رنگ مجدد در نقطه تعادل خودشون هستن، ولی ذره زرد رنگ، ذره زرد رنگ از راست در راستای تعادل نکنه، تعادل خودش اینجا بوده، داشته نوسان به این صورت میکرده، اومده به سمت راست، این مقدار از نقطه تعادل خودش دور شده. این مقدار دقیقا الان همینه. مجدد ذره قرمز نقطه تعادل، ذره آبی رنگ نوسان کرده از نقطه تعادل خودش به سمت منفی x رفته. این مقدار الان برابر با همینه، این مقدار همینه، و بعد مجدد نقطه تعادل ما داره. این باز یکی از همون شکل‌ها هستش که داره یه توضیح خیلی بیشتر میده، حالا با یه نمایش دیگه نشون میده. باز نقطه آبی رنگ از تعادل خارج شده، نقطه قرمز رنگ نقطه تعادله. اینجا مشاهده می‌کنید که این ذره در واقع مقدار جدا شده. این الان دقیقاً همینه. مشاهده می‌فهمه که راستای نوسان و انتشار با هم دیگه یکی هستش اینا. حالا اینو ما نوشته مرکز انبساط تراکم، انبساط و تراکم برای یک لایه هوا نوشته. حالا بیایم رو امواج طولی صحبتای کنیم و مقایسهش کنیم با امواج در واقع ارزی. میگیم طول موج ارزی فاصله بین دو قله یا دو دره متوالی. طول موج طولی فاصله بین دو تراکم یا جمع شدگی در فنر، یا دو انبساط یا باز شدگی در فنر. دامنه بیشترین جابجایی از وضع تعادل. موج ارزی نمودار جابجایی مکان همه نقاط مادیه. به این میگیم نقش موج. این محور x هستش، محور y هست، ذرات دارن نوسان میکنن. اما موجی زحمت کشید خانم کوری ایجاد کرد. حالا خانم کوری زحمت کشید اینجا موجی که ایجاد کرد بچا موج در واقع ارزی ایستاده بود. ما این طول میزمون خب خیلی کوتاه بود، ولی ما در واقع داریم موج ارزی پیشرونده رو شکلشو برای شما کشیدیم. نه به موج طولی اینجا دیگه نمیگیم نمودار یا نقش موج، میگیم نمودار جابجایی مکان. گفتیم هر این ذره از نقطه تعادل خودش به این مقدار اومده به سمت راست، ما اومدیم راستای نوسان رو 90 درجه چرخوندیم آوردیم روی این محور. پس این محور ایگرد مکانی ما نیست بگم مثلا x اینم ایگرد، خیر به این صورت نیستش. تندی انتشار امواج طولی و ارزین با هم یکیه، رابطه یکیه. وی مساوی است با لاندا بر روی تی، یا لاندا ضرب در اف، که اف بسامد لاندا طول موج. حالا تندی انتشار در محیط‌های جامد، در محیط‌های جامد ما جامدات داریم، مایعات داریم، گاز. در محیط‌های جامد تندی انتشار در واقع میگیم موج‌های ال، یعنی امواج طولی. میگیم در جامدات تندی انتشار موج از تندی انتشارش در واقع موج ارزی چیه بیشتره؟ ال یعنی طولی، تی یعنی ترانسفرس ارزی، ال یعنی لانگیتیودینال یعنی در واقع طولی. پس تندی انتشار
امواج طولی در جامدات، از تندی انتشار امواج طولی باز در جامدات به صورت عرضی چی هستش بیشتر، پس طولی از عرضی در واقع بیشتر شد. خب میگم امواج لرزه‌ای، میگه موج‌های مکانیکی که از لایه‌های زمین عبور می‌کنن. منشأ امواج لرزه‌ای چی هستش؟ زلزله هستش که حدود 2 هفته پیش در استان کوکیلو احمد در منطقه سیسخ ایجاد شد. خب انواع امواج لرزه‌ای، یه امواج اولیه داریم با پی نشون میدهش میگیم پرایمری، چون اول به سطح زمین میرسه بهش میگیم پرایمری. پرایمری اما پریم که شما تو ریاضی نشون میدهید ایکس پریم. یه امواجی هستن دیرتر به سطح زمین میرسن، من شما دیرتر حسش میکنید بهش میگن امواج سکاندری، همون زگوندی که شما مثلا میگید ایکس پریم ایکس زگوند. پس امواج ثانویه‌مون رو با اس نشون میدیم. آنچه که هستش که امواج اولیه‌مون چی هستن؟ طولی. چرا امواج اولیه طولی هستن؟ چون دوران توضیح دادیم گفتیم که تندی انتشار امواج طولی در جامدات از تندی انتشار امواج عرضی در جامدات چی هستش بیشتر. پس ما اول امواج طولی رو در واقع داریم یادداشت برداشت می‌کنیم یا دریافت کنیم. اگه من بخوام با دستم نشون بدم، اگه اینجا در واقع کره زمین باشه و اینجا چشمه ایجاد امواج لرزه‌ای باشه، بگیم کانون زلزله، این امواج اول به این صورت میاد بالا، طولی میاد تا به سطح کجا برسه؟ زمین برسه. بعد امواج به صورت چی میاد؟ به صورت عرضی میاد تا به سطح زمین. پس اول ما امواج طولی داریم، بعد امواج عرضی داریم. از اختلاف زمانی که طول میکشه این دوتا امواج به ما برسن، ما میتونیم خیلی محاسبات داشته باشیم. به عنوان مثال میتونیم بگیم آقا راستی سرعت چقدره؟ میتونیم حتی بریم سراغ در واقع مرکز سطحی یا کانون زلزله. اینجا هم نوشتیم تندی انتشار امواج طولی حدوداً 8 کیلومتر بر ثانیه است. کیلومتر بر ثانیه است. پس عزیزان فکر فرار به سرمون نزنه زلزله هم انشاءالله که نمیاد. بگیم راست ما الان میدویم از 4 طبقه آپارتمان میریم پایین. 8 کیلومتر بر ثانیه و تندی انتشار امواج ثانویه که امواج عرضی هستن حدوداً 4.5 کیلومتر بر ثانیه هستش. خب میگه مثال سش فرض کنید امواج اولی امواج پی یعنی پرایمری طولی 3 دقیقه پیش از نخستین امواج اس دریافت می شوند. 3 دقیقه. اگر این امواج روی خط راست حرکت کنند، زمین لرزه در چه فاصله از محل لرزنگار رخ داده است؟ می با هم اینو حل میکنیم. میگیم ما اول امواج طولی رو داریم، بعد امواج چی رو داریم؟ عرضی رو داریم. عرضی چون دیرتر میرسه پتیش بیشتره. پس میگم دلتا تی تی اس سکاندری عرضی منهای تی پی که میشه طولی. خب جای تی اس میگم دلتاییس به وی اس، هر دوتا مسافت یکسانی میرن، میگیم دلتاییس به وی اس و جای تی پی هم میگیم دلتاییس به وی پی. اگر یک کار ریاضی ساده انجام بدیم میتونیم دلتاییس رو بر اساس دلتا تی به دست بیاریم. خب وی اس رو داده 4.5، وی پی هم که به ما داده بود 8، وی پی و وی اس رو بنویسیم دلتاییس در چه فاصله از ما در واقع زلزله اومده؟ در فاصله 1.9×10³ کیلومتر. انشالله که همیشه خونه هاتون استوار و پایدار باشه، انشالله که در واقع پروتکل بهداشتی رو رعایت میکنید و انشالله همیشه از زلزله در امان باشه. انشالله. همه شما رو به خدا میسپارم. خانم کردی از خیلی خوب خیلی ممنون. این هفته شما شبکه آموزش چه روزایی هستید بچه‌های ما مهمون شما باشن؟ راست شبکه آموزش چون بر ما به صورت ضبطی هستش، دانش آموزان رشته تجربی معمولا ساعت 20 یا 20 تا 30 دقیقه که الان اتفاقا میتونن برن فصل بعدی که فصل بازتاب امواج هستش اونجا پیگیری کنن. بله در شما در نخونه یادآوری که فرمودید متشکرم. فصل سوم و جلسه قبل توضیح دادیم خدمت دوستان و در حقیقت محافظت از دیوارها در مقابل رطوبت توضیح دادیم. در مورد دیوارهای داخلی نحوه قرارگیری عایق رطوبتی توضیح دادیم، یک قسمتی از دیوارهای جانبی رو گفتیم، این جلسه اونو مرور میکنیم و ادامه مطلب رو خدمت دوستان ارائه خواهم داد. خب در دیوارهای جانبی ساختمان نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی ساختمان ممکنه باشه که این مورد دقیقا مشابه دیوارهای داخلی هست. جلسه قبل هم خدمت دوستان عرض کردم. اما نفوذ رطوبت از طریق بدنه دیوار از 2 جبهه رطوبت میتونه جذب دیوار بشه. اول از طریق آب جاری کنار ساختمان و یا ذوب شدن برف‌های کنار دیوار. خب میدونیم در فصل سرما وقتی بارندگی میشه، وقتی برف میاد، این برف در گوشه‌های در حقیقت دیوار جمع میشه و به مرور ذوب میشه و جذب دیوار میشه و میتونه باعث تخریب دیوار بشه اگه ما محافظت نکنیم از دیوار در برابر این رطوبت. همچنین رطوبت میتونه در خاک مجاور دیوار باشه، مخصوصا در دیوارهای زیرزمین که دقیقا مجاور خاک قرار داره. خاک هم به صورت طبیعی رطوبتی داره مقداری که برای
آبجاری کنار ساختمان و یا ذوب شدن برف‌ها از ازاره استفاده می‌کنیم در ساختمان‌هایی که در دیوارهای جانبی ساختمان و همچنین برای رطوبت موجود در خاک از عایق‌کاری عمودی استفاده خواهیم کرد. ازاره چی هستش؟ در قسمت خارجی دیوارهای جانبی در محل اتصال به کف به دلیل تماس مستقیم دیوار با آب باران و برف و همچنین در معرض ضربه قرار گرفتن دیوار از مصالح مقاومی مثل پلاک‌های سنگی و یا بتونی استفاده می‌کنیم که به اونها ازاره می‌گیم. ازاره مانع فرسودگی دیوار و عایق عمودی خواهد شد. خب تو این شکل شما می‌بینید که ما دیوار جانبی داریم که قسمت بیرون مجاور در حقیقت کف حیاط هستش و اینجا آب باران و برف ممکنه باشه. از قسمت داخل هم که کف‌سازی هستش. خب اگه ما برای اینکه از سمت داخل رطوبت نفوذ نکنه از قرنیز استفاده خواهیم کرد، از سمت بیرون از ازاره استفاده خواهیم کرد برای بدنه دیوار، ولی از طریق کف اگه بخواد رطوبت به دیوار ما نفوذ پیدا کنه از عایق روی کرسی استفاده خواهیم کرد کاملا مشابه دیوار داخلی، و برای قسمت عمودی که میخواد بدنه دیوار محافظت بشه در برابر رطوبت از عایق‌کاری عمودی استفاده خواهیم کرد. جزئیات اجرای این عایق‌کاری جلوتر من توضیح خواهم داد. ما تمام راه‌های نفوذ رطوبت رو سد خواهیم کرد. حتی بالای ازاره یه چفتی اینجا ما اجرا خواهیم کرد که اینجا باز اگه قرار باشه آب اینجا بره بالا، به خاطر این چفتی که اینجا قرار داره، این جزئیات خیلی مهمه بچه‌ها. باعث میشه که آب نتونه بالاتر بره، همینجا آب چکه کنه و پایین بیفته. خب توی جزئیات قبلی ارتفاع کف حیاط با کف اتاق تقریبا یکی هستش. ولی توی این شکل کف اتاق پایین‌تر از کف حیاط است. یه مقداری سطح اتاق ممکنه پایین‌تر باشه. در این حالت قسمتی از دیوار در مجاورت خاک هستش. این قسمتی که در مجاورت خاک هستش هم باید ما در حقیقت محافظت کنیم. در حقیقت عایق‌کاری عمودیمون نسبت به حالت قبلی میاد تا بالای ازاره قرار میگیره. و بقیه حالت‌ها دقیقاً مشابه شکل قبلی هستش. با توجه به موقعیت قرارگیری دیوار در هر قسمت از ساختمان، دیتایل و جزئیات مناسب با اونو ما ارائه خواهیم کرد. برای قسمت باز اینا من تکرار میکنم که کاملا مطلب جا بیفته برای دوستان. در قسمت کرسی چینی ما دقیقا همون حالت داریم که حالت یو شکل بر میگرده حتما روی کرسی. برای قسمت عمودی از در حقیقت عایق‌کاری عمودی استفاده خواهیم کرد. از قسمت داخل قرنیز در حقیقت اتاق هستش. از قسمت خارج این قسمتی که داخل خاک قرار گرفته دیوار محافظی بایستی این عایق‌کاری ما رو محافظت میکنه. عایق‌کاری معمولا از جنس قیرگونی هستش. قیرگونی در مقابل ضربه خب ضعیف هستش و ممکنه سوراخ بشه. ما یک دیواری روی این عایق‌کاری اجرا میکنیم که این دیوار محافظ اسمش هستش، و در دیوارهای زیر زمین حتما بایستی در سمتی که عایق‌کاری هستش یک دیوار محافظ اجرا بشه. بعد در قسمت بالاتر از کف زمین هم که از سنگ ازاره استفاده خواهیم کرد. خب در صورتی که ازاره بالاتر از سطح کرسی چینی قرار نداشته باشد، نیازی به عایق‌کاری مجدد از سمت ازاره نیست. در حقیقت داره میگه کف اتاق ما بالاتر از کف حیاطه. کرسی چینی میاد از کف حیاط میزنه بالاتر. اگه این سنگ ازاره ما روی سطح ازاره از سطح کرسی چینی، سطح بالای کرسی چینی بالاتر نباشد، که اینجا نیست دیگه مساویه یا پایین‌تره، نیازی به اجرای عایق‌کاری این سمت نیست. چرا؟ چون خود ازاره عایق ما هستش و رطوبت اونجا اصلا قرار نداره، چون بالاتر از کف زمین هست. از این سمت ما دیگه رطوبتی نداریم. اگه رطوبتی هم بخواد اجرا وارد این دیوار ما بشه، سنگ ازاره ما مانع از اون خواهد شد. خب این قسمتی که کرسی چینی هستش، این قسمت هم که خاک هستش، و این عایق‌کاری که ما روی کرسی انجام میدیم مانع از نفوذ رطوبت از طریق پی و خاک مجاور پی به دیوار خواهد شد. از قسمت داخل هم قرنیز ما مانع از نفوذ رطوبت به دیوار خواهد شد. خب اینجا کار ما خیلی راحت تره، چون کف اتاق ما بالاتره دیگه، فقط از سمت داخل رطوبت میتونه نفوذ بکنه، از سمت بیرون ازاره کار ما رو در حقیقت انجام خواهد شد. باید به این چفتی که اینجا هست دقت داشته باشید. برای این هستش که به خاطر خاصیت موینگی آب دیگه نتونه از بالای ازاره نفوذ کنه به سمت بالاتر. خب میدونیم که عایق‌کاری ممکنه بر اثر ضربه و فشار صدمه ببینه. در مورد عایق‌کاری دیوار زیرزمین که در مقابل در مجاور در حقیقت خاک‌های جانبی ساختمان قرار داره، ما بایستی حتما این دیوار، این عایق‌کاری دیوار، عایق‌کاری عمودی دیوار به وسیله دیوار محافظ محافظت بکنیم و مانع از
در حقیقت سوراخ شدن و صدمه دیدن اون آیه کاری بشیم. چون اگه این آیه کاری ما صدمه ببینه کل اینو باید خراب کنیم، از اول اجرا کنیم. بهتر هم هستش که ما حتما این آیه کاری در سمت مجاور خاک باشه. اگه به هر دلیلی، حالا ممکنه اینجا ملک همسایه باشه، ما دیگه اصلا نمیتونیم اینجا بیایم آیه کاری اجرا بکنیم، چون باید یه دیواری چیزی باشه که ما دیوار آیه کاری اجرا کنیم. اینجا دیگه اگه اینجا مرز زمین ما باشه، ما مجبوریم آیه کاری ببینیم از سمت داخل اجرا کنیم، یعنی از سمت خاک دیگه امکان اجرای آیه کاری برای ما نیستش. بایستی حتما الزاما از سمت داخل آیه کاری کنیم، در نتیجه دیوار محافظ به سمت داخل در حقیقت هدایت میشه و اونجا اجرا میشه. یه دلیل دیگه هم داره، اگه از سمت داخل ما آیه کاری اجرا بکنیم، خب میدونیم روی قیرگونی دیگه کاشی و در حقیقت سیمان چیزی نمیشه چسبوند و اصلا چسبندگی نداره. اونجا ما اگه این دیوار محافظ از سمت داخل اجرا کنیم، دیگه روی اون دیوار محافظ میتونیم در حقیقت ما بیایم، حالا گچکاری داریم، سیمانکاری داریم یا سنگکاری داریم، روی اون دیوار محافظ میتونیم انجام بدیم. به هیچ عنوان مجاز نیستیم که ما بیایم سوراخ کنیم، میخ بزنیم. اگه قرارم از توری چیزی بندازیم، باید از قسمتی که آیه خواهی تمام شده از بالای اون میخی چیزی بزنیم که این توری بیاد پایین‌تر، که اون توری باعث بشه که مثلا کاشی یا سرامیک ما بتونیم ملات پشتشو بچسبونیم به آیه کاریمون. خب اصولا آیه کاری از روی سطح قلوه چینی، حد بالای کرسی چینی که حداقل 10 سانتی متر پایین‌تر از کف تمام شده است شروع میشه و تا روی سنگ ازاره ادامه پیدا می‌کنه. خب اینم تو شکل‌های قبلی توضیح دادیم، منظور آیه کاری عمودی هستش، از روی کرسی چینی شروع میشه و تا روی سنگ ازاره آیه کاری عمودی ادامه داره. خود کرسی چینی 10 سانت، معمولا حدود 10 سانت متر پایین‌تر از کف تمام شده ما هستش در اتاق‌هامون. البته میدونید اینا همه برای ساختمان یک طبقه هستش و در زیر دیوار ما خاک قرار داره. این دتایلی که داریم میگیم مربوط به ساختمان یک طبقه هستش که روی زمین بنا شده. همیشه آیه کاری بایستی چیه؟ کوتاه‌ترین راه خودش رو داشته باشه. اگه کوتاه‌ترین مسیر باشه، خب محافظت از رطوبت یا محافظت در برابر رطوبت برای ما راحت‌تر خواهد بود. رطوبت در دیوارهای جانبی ساختمان حالت سومی میتونه از طریق روی دیوار باشه. دیوارهای خارجی سه حالت میتونه رطوبت نفوذ کنه. اول از طریق پی و خاک مجاور اون هستش، دوم از طریق آب‌های جاری ساختمان هستش و از طریق بدنه، سوم از طریق روی دیوار. از طریق روی دیوار ما می‌خوایم جلوگیری بکنیم از نفوذ رطوبت. اگه این محافظت رو انجام ندیم چه اتفاقی میفته؟ اولا که نمای ظاهری ساختمان از بین میره، چون این رطوبت با خودش املاح داره، موادی که داخل هوا هستش از طریق آب باران شسته میشه، حالا آلودگی هستش، دود و امثالهم میان روی ساختمان و نفوذ میکنن و باعث خراب شدن نازک‌کاری و نمای ساختمان میشه. همچنین دیوار ما به تدریج خراب خواهد شد. راه حل چه هستش؟ استفاده از درپوش و یا قرنیز روی دیوار هستش. ما برای هر قسمت راه حل خاص خودشو داریم. برای در حقیقت محافظت از روی دیوار در مقابل رطوبت از درپوش استفاده میکنیم و یا قرنیز روی دیوار. خب تو این اسلاید شما درپوش بتونی رو میبینید. درپوش یا از سنگ هم میتونه باشه، درپوش از سنگ پلاک هستش. سنگ هایی رو میبینید که روی دیوارهای جانپناه بام یا دیوارهای محوطه اجرا میشه و یه آبچکان اینجا داره که اینجا در حقیقت اگه خود سنگ ما حداقل 3% باید شیر داشته باشه که آبی که از اینجا میخواد در حقیقت به ساختمان به دیوار ما برسه در اثر این شیب هدایت میشه و از این گوشه میخواد سرریز بکنه و بچه که به سمت پایین. اگه ما این آبچکان رو قرار ندیم، آب از اینجا میاد به خاطر خاصیت مونگی از اینجا هدایت میشه و میاد دیوار ما رو خیس میکنه. این آبچکان یک در حقیقت با دستگاه فرز یه شیار خیلی به قطر حدودا 3 میل تا 4 میل در پشت سنگ اون قسمتی که پایین هستش ایجاد میکنن و در حقیقت مانع از این میشن که آب به خاطر خاصیت موینگیش از این قسمت آبچکان به این قسمت دیگه‌اش دیگه نمیتونه راه پیدا کنه، از همینجا شکم میکنه به سمت پایین. بعضیا یک طرف آبچکان هستن، بعضیا دو طرف آبچکان. معمولا اگه شیب یک طرفه باشه هم یک طرف آبچکان کفایت کارمو میکنه. حداقل هم لبه این قرنیز روی دیوار یا در پوش ما 5 سانتی متر از دیوار بایستی چیه هر سطح پهن‌تر باشه که یه حالتی داره که آب به خود دیوار مستقیم نمیرسه. این مقطع دیوار ما هستش. دیوار که اجرا شد، روی دیوار حدود 2 سانتی متر ملات ماس سیمان اجرا میشه و روی ملات ماس سیمان وقتی که هنوز خیس هستش این سنگ درپوش روی اون قرار میدن. خب شیبش گفتیم حداقل 3% هستش، آبچکان حتما بایستی اجرا بشه. جنس مساله درپوش ما یا میتونه از سنگ باشه یا از بتن باشه یا از ورق گالوانیزه و چیزای دیگه هم میتونه اجرا بشه. معمول ترینش از همین سنگی هستش، از درپوش سنگی استفاده میکنن.
سنگش هم متخلخل باشه خیلی مهم نیستش، ضخامتش حداقل 5 سانتی متره و دقیقاً مانع از نفوذ رطوبت از بالا به سمت دیوار خواهد شد. خب توی این شکل شما درپوش بتونی رو می‌بینید، بالای دیوار درپوش بتونی اجرا شده، میتونه سنگی هم باشه، زیر اینجا دقیقاً آبشکن هستش. حالا تو شکل‌های بعدی اگه باشه من خدمت دوستان توضیح خواهم داد. خب توی این شکل شما درپوش بتونی رو می‌بینید که دو طرفه شیب هستش، میتونه شیب یه طرفه باشه یا دو طرفه باشه، بستگی به نظر طراح داره. دقت کنید در شیب دو طرفه هم این سمت آبشکن داریم هم سمت دیگه، چون اگه آب قراره از این سمت بیاد و به خاطر خاصیت موینگی بره و برگرده به اصطلاح روی دیوار، اینجا این آبشکن مانع خواهد شد. این درپوش ما توی کف پنجره هم داریم، کف پنجره هم این میتونه اجرا بشه، حالا جنسش یا بتونی یا سنگی و یا فلزی میتونه باشه. حداقل ضخامتش 5 سانتی متر، معمولا درپوشای بتونی به صورت درجا هستن، این قالب بندی میشه و داخل اون حالا میلگردی قرار داده میشه و بتون ریزی انجام میشه. بعد که بتون خودش گرفت قالب ها رو باز میکنن. از هر سمت حداقل 5 سانتی متر درپوش ما پهن‌تر هستش، بازم دیوار اجرا میشه. این به صورت درجا نیست، چون شما یه ملات واسه سیمان به ارتفاع 2 سانت داری، این درپوش آماده هستش، درپوش آماده هست، قطعه بتونی روش می‌ذارن. جاهایی که درپوش با درپوش بعدی فاصله داره بندکشی میشه و بند اونم به وسیله ملات واسه سیمان در حقیقت گرفته میشه. حداقل عیار درپوش بتونی هم اینجا گفته که حداقل 250 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بایستی ما بتونمون سیمان داشته باشه. خب تو این شکل شما درپوش فلزی رو می‌بینید، از ورق گالوانیزه استفاده کرده، همون فرمو داره. اینجا این لبه‌ای که به سمت بالا برگشته نقش آبشکن داره بازی می‌کنه، یعنی آب دیگه سر بالا نمی‌تونه بره، از همینجا آب که داره باشی به خودش میاد پایین‌تر، از این قسمت که پایین‌تر هست اینجا چکه می‌کنه و به سمت بالا دیگه نمیره. اینجا حداقل 5 سانتی متر باید پهن‌تر باشه که آب روی دیوار ما نریزه. معمولا بعد از دیوارشینی اون قسمت رو میان از ملات واسه سیمان استفاده می‌کنن. اینجا یک قطعه چوبی قرار میدن وقتی که دارن ملاتو میریزن، یک قطعه چوبی زوزنقه شکل هستش که بعد این بالا ورق درپوش ما رو سوراخ میکنن و به وسیله پیش اینو فیکس میکنن و مهار میکنن به دیوار ما. خب حد اقل شیب ما گفتیم 3% هستش، ضخامت ورق گالوانیزه حدود 7500 میلیمتر هستش و زیر ورق هم که ما بایستی بتون اجرا کنیم، حد اقل ضخامت بتون زیر ورق درپوش ما 4 سانتی متره که بتونه در حقیقت ورق خودش مقاومتی نداره، روی این بتون ما بشینه و مقاومت لازم هم بتون زیرش داره که مانع تغییر شکل ورق درپوش ما خواهد بود. خب تو این شکل شما این ورق درپوش فلزی رو میبینید، روی بام ساختمان است، دیواره جانپناه رو میبینید، این ورق درپوش دقیقا بدن خمکاری ورق رو خم میکنه به این شکل و از هر دو طرف پهن‌تر از ضخامت دیوار هستش. هر جام که لازم باشه ابعاد ورق رو تغییر میدن. اینم قسمت دودکش هستی، دودکشی هستش که با ورق خمکاری شده روش قرار میدن که خیلی شکیل‌تر هم هست، معمولاً شکیل‌ترین و بهترینش همین ورق درپوش فلزی هستش که فلاشینگ میگن به اصطلاح بهش. خب اینم شما میبینید نمونه دیگه‌ای هستش که محل درزا جوشکاری میشه، سنگ گرفته میشه و در نهایت رنگ میشه این ورق درپوش ما. خب میایم سراغ جزئیات این در حقیقت عایق رطوبتی که داخل دیوارها قرار گرفته. توی این شکل ما میخوایم جزئیاتی که مربوط به هر کدوم از این در حقیقت عایق کاری هست رو خدمت دوستان توضیح بدیم. از سمت داخل عرض کردیم قرنیز مانع نفوذ رطوبت میشه، از سمت بیرون اگه حالا این دیوار داخلی هستش از قیرگونی استفاده کرده، از سه لایه گونی و سه لایه قیر و دو لایه گونی. معمولا برای اینکه ما رطوبت زیاد هستش بخوام جلوی رطوبت رو بگیریم از سه لایه قیر استفاده میشه. معمولا یه لایه قیر وقتی که قیر داغ هستش و روان هست قیر رو پخش میکنن، هنوز گرم هستش و کاملا سفت نشده گونی رو میندازن، بعد مجدد قیر میریزن، مجدد گونی دوم و در نهایت لایه سوم قیر رو اجرا خواهند کرد. جلوتر اینا رو باز من خدمت دوستان توضیح خواهم داد. خب عایق‌های قیری یا قیرگونی هستن یا مشمع‌های قیراندود هستن یا ایزوگام را بهش اطلاق میشه. قیر چی هستش؟ قیر جسم سیاه رنگی هستش که بر اثر حرارت از حالت سخت به حالت مایع در میآید. مزایای قیر چی هستش؟ قیر غیر قابل نفوذ هستش در برابر آب و رطوبت، همچنین در برابر اسیدها، بازها و نمک‌ها مقاومت خیلی خوبی داره، با اونها حل نمیشه.
قابلیت ارتجایی و چسبندگی داره. همچنین قیر رنگش ثابت، تغییر رنگ نداره. قیر در برابر الکتریسیته هم عایق خوبی هستش و رسانای برق نیستش. معایب قیر چی هستش؟ در حرارت زیاد تجزیه میشه و مشتعل میشه، آتش میگیره، تغییر شکل میده. در محیط مرطوب و آلوده به خاک نرم خاصیت چسبندگی ندارد. دقت کنید اگه ما قرار جای قیرگونی بکنیم حتما بایستی اونجا رو کاملا عاری از خاک باشه و گرد و خاک نباشه، کاملا اونجا رو جارو بکنیم، خیس هم نباشه. وقتی خیس باشه قیر دیگه نمیچسبه. خیلی ها گلایه میکنن که مثلا ما اینجا رو عایق کردیم ولی باز هم آب نفوذ پیدا میکنه. مشکل از نحوه اجرا هستش. اگه شما فرض کنیم بام رو شیب بندی کردی و بعد میای قیرگونی میکنی، اگه خیس باشه یا موقع بارندگی باشه، این آب زیر لایه قیرگونی محبوس میشه و بعد تبله میکنه و باد میکنه. وقتی شما حرکت میکنی دقیقاً میبینی که زیر پات حرکت میکنه اون لایه قیرگونی. ما بایستی کاملا جزئیات رو رعایت کنیم، مخصوصا تو اجرای قیرگونی و عایقامون، چون بعدها اگه عایق کاری ما اشکال داشته باشه مستلزم هزینه و وقت و خیلی زیادی از ما صرف میکنه تا بتونیم اونا رو اصلاح بکنیم. ممکن هم هستی به حالت اولی باز در نیاد. همچنین قیر در مقابل فشار، حرارت و حلالات تغییر شکل میده. قیر در مجاور ملاتهای آهکی تجزیه میشه و خواص خودش از دست میده. ما این جاهایی که مثلا ملاتهای آهکی هستش باید سعی کنیم از قیر استفاده نکنیم، از یه عایق دیگه استفاده بکنیم. خب قیر به تنهایی نمیتونیم ما استفاده کنیم. چرا؟ قیر وقتی که حرارت بهش میرسه این تغییر شکل میده و نرم میشه. وقتی که سرد باشه اگه قیر به تنهایی استفاده بشه این قیر ترک میخوره و از محل همون ترک ها باعث میشه که رطوبت نفوذ کنه به جایی که ما علاقه نداریم که رطوبت اونجا قرار داشته باشه. اینه که ما به یک شبکه قابل انعطاف نیاز داریم که بتونه قیر داخل خودش حفظ کرده و به صورت یک ورقه به عنوان عایق استفاده بشه. برای منظور از گونی استفاده می‌کنیم. گونی که داخل عایق کاری استفاده می‌کنیم بایستی این ویژگی رو داشته باشه. اولا گونی باید از الیاف کنف استفاده بشه. گونی بایستی نو باشه. همچنین بافتش مناسب باشه، خیلی درشت خیلی ریز نباشه. کاملا سالم باشه و بدون آلودگی و بدون اینکه چروک باشه. وقتی چروک هستش این در حقیقت کاملا یک نواخ روی قیر قرار نمیگیره. همچنین وزن هر متر مربع گونی ما 380 گرم وزن داشته باشه. اینها الزاماتی هست که باید گونی ما مرغوب باشه که اون انتظارات ما رو برآورده بکنه. خب اصول عایق کاری کرسی‌چینی به وسیله قیرگونی. دقت کنید که الان اینجا کرسی‌چینی اگه انجام شده باشه توی دیوار ما نیمه آجر هم هستش، ما در حقیقت باید ادامه پیدا کنه، فقط در زیر دیوار نیستش، این قیرگونی ما ادامه پیدا میکنه و حتی باید برگرده. اگه اینجا کشون بتون از سر تا سر کرسی نیستش، بلکه یک لایه بتونی هستش که سر تا سر این کف ما قرار داره. از هر طرف یه مقداری بیشتر ما در حقیقت قیرگونی رو ادامه میدیم که رطوبت از کناره نتونه به بالا نفوذ پیدا کنه. سه قشر قیر و دو لایه گونی انجام میشه. جزئیات 318 باز جلوتر من توضیح خواهم داد. بتونی که این پایین هستش زیر دیوار و زیر کف حداقل 200 کیلوگرم بر متر مکعب عیار بتون ما هستش. این اصولی که باید باعث قیرگونی انجام بدیم من به ترتیب اینجا خدمت دوستان میگم. اولا که پس از کرسی‌چینی روی اون رو باید با اندود ماس سیمان 1:6 به ضخامت حداقل 2 سانتی متر اندود کرده و سطح اون رو کاملا صاف کنیم. اگه زیر این قیرگونی ما آجر باشه، آجر خب بین هر بند آجر با آجر بعدی ملات داخل‌تر هستش و سطح ناصافی داره، حتما بایستی زیر سطحی که ما می‌خوایم قیرگونی بکنیم صاف باشه. به این منظور ما میگیم اونو سیمانکاری می‌کنیم، حالا چه سطح افقی باشه چه سطح عمود باشه، یعنی قیر مستقیما به آجر نمی‌چسبه. ما بایستی حتما سیمانکاری کنیم، کاملا لوای چیزشو بگیریم و کاملا اگه قرار کفو قیرگونی بکنیم جارو بکنیم، از گرد و خاک پاک بشه، خشک باشه و بتونیم ما قیر رو پخش کنیم که روی اون گونی اجرا کنیم. سطح اندود زیر عایق کاری باید پس از خشک شدن کامل تمیز شود. کاملا تمیز، هم خشک باشه هم تمیز باشه. این نکات رو بایستی حتما رعایت کنیم. هر کدوم از این موارد رو رعایت نکنیم عایق کاری ما به مشکل برمیخوره. یک قشر بعد اینکه عایق کاری کاملا کف ما خشک بود و تمیز شد، یک لایه یا یک قشر قیر 60-70. انواع قیر داریم. قیر میتونه برای جای مختلف استفاده بشه. قیری که تو راهسازی استفاده میشه، قیری که برای
داخل فضای مسکونی استفاده میشه معمولا غیر 60-70 هستش. این برای در حقیقت متناسب با دمای داخل ساختمان هستش. یک قشر غیر مذاب به مقدار مناسب به صورت یک نواخت روی اندودی که ماسه سیمان هستش پخش میکنیم. بعد از اون در حالی که غیر هنوز گرم هستش یک لایه گونی روی آن گسترده و روی سطح غیر گرم فشار داده میشه کاملا چیه به اون بچسبه. همچنین وقتی که گونی رو پخش کردیم روی اون گسترده کردیم روی اون لایه غیری که یه مقداری گرم است و خاصیت چسبندگی داره، حالا گونی رو روش گذاشتیم، لایه دوم غیر رو به مقدار مناسب به صورت یک نواخت روی گونی مجددا پخش میکنیم به طوری که تمام سطح گونی رو بپوشونه و هیچ لایه از گونی بیرون نزنه از غیر ما. در مورد لایه دوم گونی دو مرحله آخر را مجددا تکرار میکنیم. دقت کنید که لایه دوم گونی معمولا عمود بر لایه اول اجرا میشه و بعد لایه سوم غیر اجرا میشه. خب دقت باز داشته باشید دوستان که حداقل 10 سانتی متر بایستی اینا با هم دیگه اورلپ داشته باشن. خب ادامه این مبحث رو با توجه به اینکه مهم هم هستش تو جلسه بعد مجدد من خدمت دوستان ارائه خواهم داد.